درود خدمت علاقمندان و دوستان ورزش ارزه عرض ادب و ارادت میکنم خدمتتون با افتخار رسیدم خدمتتون تا درباره راهیابی قطر به فینال جام ملت‌های آسیا صعود بکنم بازی زیبا پرفشار پرگل و پر از صحنه های جذاب فوتبالی و حواشی خاص خودش بود بازیران قطر در نهایت با برتری پرگل قطر یا سه به نفع انابی ها تموم شد و قطر که مدافع عنوان قهرمانی دور گذشته است موفق شد با شکست ایران بره به فینال آن یک فینال کاملا عربی در دوه برگزار میشه شنبه بین قطر میزبان و اردن قطری که دوره قبل در 2019 امارات قهرمان شد میاد از عنوان قهرمانیش دفاع بکنه اردنی که این دوره یکی از شگفتی های مسابقات بود که با شکست موفق شد با شکست کره جنوب فینال راه پیدا کنه اما بازی ایران و قطر از همون اولش مشخص بود که قطری ها به دنبال رفتن به فینال هستن تمام اتفاقات کنار هم دیگه چیده بودن و خدمتتون عرض بکنم که طوری بازی کردن به خصوص در دقایق پایانی نیمه دوم که با اخراج شجاع خلیزاده تیم ایران کارش سخت شد و به نظر من امروز تین تین مارکز نشون داد که مربی حرفه‌ای تیم از هم کارلوس کیروش کمتر از چهار ماه به دست گره و الان به فینال جام ملت‌های آسیا صعود کرده اش من تبریک میگم چون واقعا کارش کار درستی بود کار حرفه‌ای بود و تمام بازی ها رو با سیستم درست بازی که تو همین مسابقه هم یه جورایی با این حال که های قرعه‌نویی نیمه دوم های خوبی داشت اما زمانی که دید فشار حملات ایران داره زیاد میشه تعویضای بسیار خوبی که حسن الهیدوس و خوخی رو وارد مسابقه کرد بازیکنان با تجربه ای که میتونستن به قطریا کمک کنن و در رأسش اکرم عفیف که من فکر میکنم یه تنه قلب دفاع ایران رو نشونه گرفت هر کاری خواست کرد و توی این مسابقه به نظر من مرد اول میدون بود به همراه موعظ علی که اون هم گل سوم به ایران زد قطر یا موزه برتریشون رو گرفتن موزه حرفه‌گریشون رو گرفتن و تو دقایق ما توی بازی حاشیه‌ایشون رفتیم کاری که قطریا دوست داشتن ما انجام بدیم و بازیکنان تیم ملی خدمتتون عرض بکنم که این کار انجام دادن اشتباهی که نباید میکردن و رو این همین اتفاقات حاشیه‌ای روی عملکرد فنیشون تاثیر گذاشته بود حسرت ایرانی‌ها الان دیگه از 50 سال هم میگذره بعد از 48 سال برن به فینال من فهم میکنم این دوره ایران میتونست قهرمان بشه چون به اگه میره به فینال با اردن بازی میکرد و اردن خب راحتر از ژاپن کره جنوبی و خدمتون از بکنم این دسته از تیم بود الان دیگه معلوم نیست اصلا دوره های بعد ایران بتونه این نمایش رو داشته باشه و همه مردم دنبال این بودن که این تیم با امیر قلعه بره به فینال اما هرفیگریه سرمربی قطر به نظر من یه جورایی مچ قلع خابون خوابون و نشون داد که تو دقایقی از مسابقه مربیات چه کار میتونن انجام بدن و با آوردن بازیکنان سرزن در قلب خط دفاع نقشه های تیم را نقشه براب کرد و اصلا کلان هر چی ایرانی ها فرستن روی ایجا قدم همه رو زدن و یه جورایی آچمز کردن تیم ایران رو نتونه از بکنم که ایران میتونست به فینال صعود بکنه باز تیمی که ژاپن رو برده بود و مدعی اول قهرمانی مسابقات شکست داده بود میتونست با شکست قطر به فینال بره اما خوابیدن تو اون برد بازی قبلی و خدمتتون از بکنم رفتن تو بازی هاشی قطری ها کاری که بازم عرض کردم قطری ها به دنبال این بودن چون بلدن چجوری عصبانی کنن بازیکنان ایرانی رو و با هاشیه ها ببرن و در نهایت داور کوبیتن به نظر من داوری بسیار خوبی کرد و نشون داد که ادالت رعایت کرده و ما خودمون نتونستیم تو مسابقه از حملات اون نتیجه بگیریم قطر یا موز رو گرفتن بودن بازیکنی همچون اکرم افیف واقعا نشون بده که چرا این بازیکن بهترین با... بازیکن آسیا شده و یه جورایی میتونم بگم نعمتی بود حضور این بازیکن برای قطر از اول مسابقات تا اینجای کار اسای دست تین تین مارکز بود و ما درست بازیکن تیم ما ستاره زیاد داشت اما توی همین مسابقه که باید یه جورایی تیم رو می بردن به فینال بازیکنان با تجربه توی گردابی قطریا براشون درست کرده بودن گیر افتادن و یه جورایی هم ترس واقعا برادر مرگ دیگه امروز این اتفاق برای ایران افتاد و امیر قلع ایناین نتونست نتیجه ولی با باید ببینیم که بعد از این مسابقه در تیم ملی میمونه یا نمیمونه و تیم ایران در نهایت با شکست مقابل قطر به کار خودش در مسابقات پایان داد و قطر رو ترک میکنه دیدار فینال هم بین قطر و اردن شنبه برگزار خواهد شب و روزتون خوش